کنین. هر روز یکی میخوای سر تا شستن بگیر، هر روز در همه ساعت سر شستن جایز است، علال خصوص در روز جمعه. اینقدر تأکید ما برای چی است که پدرای عزیز، برادرای عزیز، شما دائم خوشبوی باشین، دائم بدنهاتون بیبوی باشد. در پهلود یک برادر که نشست، از بوی عرق بدن تو نافار نشود، ناراحت نشود. برای چی حضرت ابن عباس برای شما مثال آوردم که حضرت گفتن هر وقتایی که آیلم زنم در پهلوم که میخوابید خودش خوشبوی میکرد، آبازی میکرد، طهارت میکرد. وقتی حال او را که اینچونین دیدم، حضرت گفتن من هم برای زنم آبازی میکردم، خوشبوی میکردم، بعدا در پهلوی زنم خواب میکردم. از این خاطر شما هم در جاگه خوابتون خوشبوی کنین، هنمون جاگه خوابتون در وقت خوشبوی میکنین. این خوشبوی با زمین آن که سنت است، دیگر حکمتش همین است که هیچ آسیبی جین به شما نمیرسد. آسیبی جین، جینی که شما در خواب هستین ضرر میتواند رسانیده، حتی عیبوی همون خوشی شما را آنها به سوی شما آمده نمیتوانند. برای همین دائم بدنهاتون نشوین. چهارشنبه است، پنجشنبه است، جمعه است، کدام وقتی میخواهید شستن گیرین، ثواب میگیرین، هیچ وقت گناهگار نمیشوین شما. حضرت داملا، یک رفیق ما 5 سال پیش مسلمان بود، سال 2000 زن مسیحی گرفت و از مسلمانی روی گردانید، صاحب 4 فرزند شد. الحمدلله حاضر باز مسلمان شده است، لیکن زنش مسیحی است و اسلام را قبول نمی کند. این رفیق ما پیش از مسلمان شدن زنش گفته بود اسلام بر ضرر تو هست. اکنون این رفیق حیران است، با زن مسیحی زندگی در اسلام جایز نیست. زنش اسلام را قبول ندارد، اگر طلاق دهد زنش طعنه می دهد که نگفته بودم که اسلام بر ضرر تو هست. سوال، تقدیر این آیله چی می شود؟ با احترام مخلص شما، زن مسیحی را گرفتن جایز است، چرا جایز نیست؟ زن کتابی، اگر این زنهای روسی که هستن، خب اینا را زنهای کتابی میگویند، یعنی با انجیل حضرت عیسی ایمان آوردگیند، اینا را نکاح کرده گرفتن جایز است. اگرچه مرد مسلمان هم که باشد، این زن نصرانی هم که باشد، درست است زندگیشان. از این خاطر تقدیر این آیله هیچی نمیشه، زندگیش دوام دادن گیره، فرزندهایی که دارد اون فرزندها را در روحیه اسلام تربیه کند، بهترین صورتش همین است. این 4 فرزندی که آمده است به دنیا، اینها را مسلمان کند، اینها را تربیه کند، اینها را پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر کند، انشاءالله هیچی در زندگیش زلال خلل نیست، زندگیش دوام دادن گیرد. السلام علیکم داملای محترم. بعدی سلام، این که ما 2 سوال داریم، خواهشمندیم تعجیلی جواب گردانید، آن ضرور است. در مسجد امام ملا در 1 رکعت آیت از سوره یاسین و بعدا در 2 رکعت از سوره بقره خوان، این درست است؟ درست است. اگر قصدن کند گناهگار می شود، و ایلا قصدن هم که کند نمازش درست می شود، لیکن گناهگار می شود. ما شما سوره بالا و سوره پایان می گوییم، اگر سوره بالا و سوره پایان در نماز خوانی، اینجا در مسئله فقهی حنفی می گذرد که مکروه است، ترک سنت است، لیکن نماز درست می شود، نماز درست می شود. مثل که این اول سوره اخلاص است، یعنی قل هو الله احد، و بعد او میآید سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. باید در نماز ما اول سوره اخلاص بخوانیم، برای با ترتیب این چنین آمدند، دوم سوره فلق خوانیم،
لیکن مبادایی که اول سوره فلق خواندیم و بعد سوره اخلاص خواندیم، انا همین هم میگن سوره بالا و پایان شد، این نماز درست میشود. فقط اگر همین قصدن کنی گناهکار میشوی. برای همین این امام نماز درست شده است. دوم، نماز خفتن را در ساعت 8 میخوانیم، درست میشود یا نه؟ درست نمیشود. اقلا باز برای همه شما، امروز مفتیات قانون دارد 1.5 ساعت بعد نماز شام، بعد نماز شام 1.5 ساعت باید ما و شما منتظر باشیم. اگر مبادای سراسیمه باشیم، مبادایی که هیچ طاقت نیست، این حالت ما و شما اقلا 1 ساعت باید که منتظر باشیم. 1 ساعت اقلنش باید 1 ساعت بعد نماز شام منتظر باشیم. این حالت ده ما نماز ما نخوانیم، دیگر هیچ شک شبهه در نماز ما و شما باقی نمیماند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم با سوالهای ما زودتر جواب گردانید. من نماز خوانده ایستادم، شخص دیگر مگنیتافون در امر معروف مانده گوش میکند، آیا نماز من خلل نمی رساند؟ این به خودت وابسته است. اگر تو در حالت نماز باشی و وای در حالت گوش کردن امر معروف، اگر خوب میشود که اون برادر به این نمازخوان ما یکان تشویش و یکان خلل پیدا نکند. یکی مبادایی که وای گوش کردن که گرفت، اینجا وابستگی از خود نمازخوان دارد که به او توجه نمیکند، بلکه نمازش خواندن میگیرد. اگر در وقت نماز شام ساعت 7 باشد، در روز هوای ابر نماز را چی خیل میخوانی؟ ساعت 7 میخوانی یا اینکه بر وقت میخوانی؟ در آخر در حق ما دعا کنید خدا شما را همه تان نگه دارد. در روزهای ابرناک در مسئله میآید که نماز عصر و نماز خفتن باید که بر وقت خوانده شود. در روزهای ابرناک وقتی ابر فرا میگیرد، جهان تاریک میکند، این حالت ما نماز عصر و نماز خفتن را بر وقت میخوانیم. لیکن غیر اینها را، چی نماز بامداد باشد، چی نماز پیشین باشد،